رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و واقعا خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر، من یک سوالی داشتم در مورد یه فرصت شغلی که برام پیش اومده و تداخلی که حالا با بچه دار شدن داره و میخواستم نظر شما رو بدونم و یه توضیح خیلی مختصر در مورد حالا بخشی که مرتبط با این سواله بهتون میدم، اگه سوالی بود شما بپرسین ازم. من آمریکا زندگی میکنم، نیویورک، 39 سالمه، فرزند دوم یک خانواده دو فرزندی هستم که البته خواهرم وقتی که من 25 ساله بودم فوت میکنه و همسرم هم از من یک سال و نیم کوچیکترن و آمریکایی هستن و الان ما یک بچه دختر 22 ماهه داریم و من هم باردارم و حالا قاعدتا دودیت اواخر آپریل هست. در خصوص تحصیلات، من لیسانسم رو در ایران گرفتم، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انسان شناسی. یک فوق لیسانس در ارتباطات از یک دانشگاه معمولی در اروپا گرفتم. بذار ازتون یه سوالی بکنم، همچنان به عنوان رشته انسان شناسیه یا مردم شناسیه؟ انسان شناسی. برای که میدونید مردم شناسی انتروپولوژی، شما انتروپولوژی خوندید نه اتنولوژی، درسته؟ نه، ولی توی اتنولوژی میگن قومشناسی در ایران، حالا حداقل اون موقعی که من میخوندم. آره خب، نه خب شما خیلی دیره، خب چون زمانی که من اونجا بودم این گفتگو رو داشتیم. اون موقع ما دیپارتمنت مردم شناسی داشتیم و بعد جمعیت شناسی بود و به هر حال اونا رو آقای دکتر امانی هم رئیسش بود که بعدم رئیس دانشکده شد. بنابراین پس همچنان به عنوان انسان شناسی میشناسن. موقعی که من میخوندم این بود، حالا شاید که الان مردم شناسی هم بگن، حالا من اشتباه بهتون نگم احیانا. نه برای که ترجمه لغت، ولی انتروپولوژی میخوندید یعنی شما؟ انتروپولوژی میخوندم، بله. اوکی، بسیار خوب. حالا بریم اولا به من بگید چند سالتون، چند سالی است نیویورک امریکایی؟ من 30 سالگی اومدم آمریکا و اون اوایلش یه مدت کوتاه کالیفرنیا بودم، بعد به خاطر شغلم اصلا آمریکا نبودم، بیرون از آمریکا بودم، بعد دوباره برگشتم و الان از 2017 دیگه ساکن نیویورکم. خب بعد گفتید چی اینجا خوندید، اینجا رفتید؟ نه اینجا همون 30 سالگی که اومدم در دانشگاه کلمبیا فوق لیسانس هم رو گرفتم در انسان شناسی، روزنامه نگاری تحقیقی و دیتا اینوستیگیتیو ژورنالیسم. بله. خب. و الان هم چند تا کار مختلف میکنم، هم به عنوان ادجانکت در همون کلمبیا در همون دپارتمان دیتا و اینوستیگیشن، اینوستیگیتیو تکنیکس و چیزهای مربوط به روزنامه نگاری درس میدم، هم به عنوان کانترکتر کار میکنم حالا در حوزه همون اینوستیگیشن و در کنارش هم یه استارتاپی داریم که بالاخره بعد چند سال کار کردن روش موفق شدیم که حدود $1,000,000 براش گرانت بگیریم که البته هنوز نیومده، ولی خب توافق ها انجام شده. حالا در این بین و با این شرایط، من یک استادی داشتم در دانشگاه کلمبیا که به من اصلا استاد من بود و بعد هم حالا به طور خودخواه بدون اینکه جفتمون بخوایم منتور من شد و الان اون اسوشیت دین دانشکده روزنامه‌نگاری کلمبیا است و دیروز با من تماس گرفت. من هر ترم حدودا یک یا دو کلاس اونجا درس میدم به عنوان ادجان و به من گفتش که میخواد که استعفا بده و میخواد که اگر که من مایل باشم من جاش برم اونجا کار کنم به عنوان اسوشیت دین. و منم بهش گفتم حالا باید نه صاحب، شما که استخدام دانشگاه کلمبیا نیستید؟ هستی؟ من نیستم، نه من کانترکترم. خب وقت چطور میتونی این کارو بکنی؟ نه میتونم که اون موقع یعنی اپلای بکنم که استخدام بشم، یعنی چون خودش میخواد کار رو ترک بکنه. نه من متوجهم، ولی آخر کسانی که اونجا هستن اونم در دانشگاهی با تبری مثل کلمبیا با مدارکی که شما دارید اونجا رو میتونید وسط استادان داشته باشید؟ وسط ببخشید، وسط چی داشته باشن؟ وسط اون همه استادای با دکترای فوق العاده از دانشگاهی معتبر امریکا که اونجا توی دانشگاه روزنامه نگاری کسی و ما دکترا نداریم، یعنی واقعا شاید اگه هم داشته باشیم یکی دو نفرن، چون معمولا در روزنامه نگاری همه یا لیسانسن یا فوق لیسانس.
و این هم البته اسوسییت دین اف فکلتی افرز، یعنی که مباحث و که این کارو البته همیشه هم یعنی حدوداً به عنوان کنسالتنت باهاشون کار کردم که بهشون بگم مثلا چه مباحثی بهتره، اگر استادی میشناسم یا کسی میدونیم که مثلا خوبه، که یعنی سالهاست که داریم با هم دیگه کار میکنم، چون یه مدت هم فلو اونجا بودم کار میکردم. برای این کار اداری بیشتر تا تدریسی؟ بله حدوداً بله اداری، ولی من همچنان میتونم ادجانکت بمونم و یعنی هم نه اونو متوجه هستم، اونو متوجه هستم. خب حالا ایشون میگه این کارو بکنید و بعد و بعد حالا من دارم به این فکر میکنم که هم به خوبیهاش دارم فکر میکنم و هم به حالا مسئله‌ای که دارم. یکی از خوبیهاش برای من اینه که خب من همچنان میتونم که در کلمبیا بمونم و وقتی که اونجا باشم دستم بازتره برای حالا کلاسایی که تدریس میکنم و اصولا اصلا خب اون سیستم رو بهتر میشناسم و خب دانشگاهیه که من همونجا درس میدم هم خب خیلی دوستش دارم و یک کار، این کار استارتاپی هم که دارم که تا 2 سال دیگه حالا فعلا وضعیتش تقلقه، بنابراین به عنوان یه چیزی که مدام بتونم روش تمرکز کنم نیست، ولی و میدونن که من یعنی همین خانم هم میدونه که من باردارم و گفتن که در این مورد اصلا میتونن انعطاف داشته باشن. الان من مجبور شدم شروع کنم بعد از اینکه بچه دار شدم چند ماه گذشت، حتی اگه بخوام میتونم پارت تایم شروع بکنم و بعد اگر که خواستم فول تایمش بکنم و همیشه هم یعنی الان همینجوریه که یه مدتی از کار رو ریموت انجام میدن همه به جز تدریس. و حالا چیزی که برای من مسئله است اینه که خب من بچه دار قرار بشم اپریل و میدونم که همه این انعطافا هم وجود داره و طبیعتا خب همیشه هم فرصت های اینجوری در ارتباط حالا با دانشگاه های مثل کلمبیا یا حالا هر دانشگاه دیگه خیلی پیش نمیاد، و ولی در این حال دارم به این فکر میکنم که من با دختر اولم که الان حدود 22 ماهش میشه و چند وقت دیگه میره مهد کودک، بیشتر وقتها خونه بودم چون همیشه کارم یه جوریه که میتونم از خونه انجام بدم و بیشتر خودم باهاش بودم، و الان برام مهمتره که ببینم با بچه دومم هم بتونم اون کار رو انجام بدم تا حدی که امکانش رو داره، و برای همین نمیدونم که حالا این رو قبول بکنم یا نکنم یا حالا باهاشون چونه بزنم سر مدت زمانش یا اصلا صرف نظر بکنم. خب آخه باز پرسش من این است که با اولی چقدر در هفته مجبورید کار کنید و دور از بچه ها باشید و با دومی چقدر؟ اولی منظورتون کار اول؟ یعنی آره همین کار که الان دارید میکنید شما، چون ممکنه من بگید من اینجا مثلا 10 ساعت درگیر دانشگاه هستم اون یکی 30 ساعت، خب تفاوت مهمه، اونم بعضی بچه میرید به 2 بچه، اونم در اولش که کار بیشتری داره، بعدش در بلند مدت نه. خب من فکر می‌کنم اگر که بتونم پارت تایمش بکنم قاعدتا بگیم پارت تایم بشه 20 ساعت. از این 20 ساعت من بگیم 10 ساعتش هم بگم که من ریموت میتونم کار کنم. و اون هم میفته تقریبا به اواخر 2023. و تدریسی هم که میکنم کلاس هم معمولا 3 ساعت هست دیگه، ولی حالا تدارک بگیم اونم حدود 4 5 ساعت از من وقت ببره در هفته. یا 6 ساعت. خب آخه ببینید عزیز چقدر تفاوت از نظر متوجه مقام و جایگاهش هستم، از نظر مالی چقدر فرق میکنه؟ از لحاظ مالی خیلی فرق نمیکنه، نه زحمتش کمتره، بخاطر اینکه من همه الان هم از لحاظ مالی درآمدم درآمد خوبیه، ولی چون کانترکتر یا فریلنسر هستم معمولا کار پیدا کردن یه ذره زحمتش به من بیشتره و مدام حالا ممکنه از درست همه چیز دیتا و اینوستیگیشنه، ولی مدام من باید شاخه به شاخه برم و خسته میشم، ولی اینجوری نیست که درآمدش خیلی مطمئنن امنیت مالیش بالاتره، ولی واقعیتش اینه که امنیت مالیش اونقدر برام مسئله نیست. خب نظر همسرتون چیه؟ میگه اگر ایشون قرار بود نظر بده میگفت چه کدامش رو قبول؟ اون باهاش واقعا حرف زدم، اون میگه حتما بگیرش. خب به نظر من اونم این کارو بکنه چون تفاوتی اونقدرها نداره، بعدم چون دختر اولتون در حال میره مهد کودک و یه مقداری اگر مناسب انتخاب کنه تو جای خوبی باشه اون یه مقدار بارو کم کنه. و بعدم شما یه حرفی زدید که گفتید در حقیقت کار به یک اعتبار آخر سال 23 شروع میشه، یعنی یه سال دیگه تقریبا. بله چون درست. این چند ماه اولو یعنی ایشون میخواستن که از اول سال 2023 برن، ولی چون میدونستن شرایطو گفتم من میمونم و بعدش حالا تا شادوینگ بشه تو همه اینها میفته به حدود اواخر 2023 که حالا تا اون موقع
حساب بکنیم میشه چهار خب مثلا البته 6 7 فرزندتون 8 ماه. 7-8 ماه هست، خب اون موقع بله سن خوبی برای جدایی نیست، برای که میدونید نیست. سپریشن انگزایتی بین 7 تا 16، یعنی درسته. 7 تا 16 ماهگیه، اون وارد مرحله اوجش میشه. و ولی خب آیا همسرتون هم هیچ توانایی دارن که از نظر یه مقدار ساعتها رو پر کنن یا بله مجبوری؟ بله همسر من چون بیشتر وقتها از خونه کار میکنن، حالا به جز ایشون چی امروز، خوندن؟ ایشون چی خوندن؟ چی میکنن؟ ایشون MBA در UCLA خوندن و در یک شرکت ریکروتینگ پارتنرن و بیشتر از خونه کار میکنن و هم توانشو دارن هم انجامش میدن. ولی جالب اینه که پسر منم MBAش از UCLA است ولی لا رو از کلمبیا گرفته. بله نه نه همسرم اصلا اندرگراد رو تاریخ خونده در UCSC. بله نه خب به هم میخوری. نه به نظر من اگر همسرتون هم نظرش اینه، نه من فکر کنم پوزیشن تازه رو بپذیرید، برای که با توجه به ویژگی روانی که در شما میبینم به هر حال راه سخت و سنگینی که آمدید، چرا که نه به هر حال. بعدم حالا بیاد اصلا یه فرضی رو بگم، اگر نه اشکالی که پیدا نمیکنه، مهم اینه که فقط یه مقدار برنامه ریزی درست باشه و ایشون هم بتونن در خصوص بودن کنار فرزندتون به هر حال باشن. و البته من برای فرزند اولم با اینکه تمام مدت خودم بودم، یکی از دوستانم همیشه یعنی حتی به عنوان کمک هم بود، ولی من همیشه بودم، بنابراین یعنی دست تنهای تنها نیستیم، ولی نمیخوام که اون کاری رو که مثلا در یعنی در حقش میخوام اجحاف بکنم. حالا کار و همه اینا مهمه، سن منم 25 سالم نیست، 30 سالم، یعنی نه خب بعدن میبره شما رو دادگاه برخورد حق داره، ولی ازتون شکایت میکنه که اصل برابری رو رعایت نکردید. نه اونها رو متوجه هستم. بله در حال عزیز اگر یه فرصتی پیدا شده که فکر کنید به این راحتی ها دیگه پیدا نمیشه، دلیل نداره که شغل و کار رو فعلا انتخاب نکنید، برای که اونقدر هم علیه فرزند یا فرزندانتون نخواهد بود. تازه هنوز هم یه فرصتی دارید که اگر مثلا مسائلی پیدا شد بعدا بگید نمیتونم. به هر میدونید ما در دنیای احتمالات زندگی میکنیم دیگه. شما فرض بفرمایید فرزندتون متولد شد یه مسائل مشکلاتی داشت مثال، و شما مجبوری توجه بیشتری کنید، خب موقع از کار میگذارید دیگه، اصلا حتی از کل کار میگذارید. به هر حال اصل مسئله سلامت فرزندونه، بنابراین فعلا قبول کنید، ولی به هر حال چون اونا باهاتون همراهی میکنن، بگید من شما رو به قول معروف در جریان لحظه به لحظه کارها میگذارم تا ببینید چی میشه. امیدوارم به هر حال همه رو بتونید با خیر و خوبی. خیلی ممنونم. من یه سوال کوچیکم فقط در مورد بچه‌م میتونم بپرسم ازتون؟ بفرمایید. من این دخترم که گفتم الان 22 ماهشه، یعنی وقتی که 2 سال و 2 ماهش میشه خواهرش به دنیا میاد، و من میدونم که 24 ماهگی ایداله، ولی من فکر میکردم که 22 ماهگی بفرستمش که خیلی اگر که حالا اونم نه دخترش کاری نداره. آره نه چون میخواستم خیلی لب به لب با نه یه ماه قبل بفرست، یک ماه براش کافی است عزیز، یک ماه قبل از اینکه متولد بشه اینو بفرستید بره مدرسه. اوکی. اتفاقی که میفته ذهنش و زندگیش مرکزیتش از خونه میره به مدرسه یا مهد کودک، یعنی حالا اونا دوره برش میچرخن، بنابراین اهمیت آنچنانی به پدرش و شما و نوزاد نمیده. بله و این بنابراین یه ماه قبل بفرمایید ببخشید. و اینی که در مورد بچه دوم فکر میکنم اگه اشتباه یعنی درست یادم باشه 18 ماهگی هم میتونه، به حال نه که حتما بخوام این کارو بکنم، ولی میخواستم بدم زودترین موقعی که میتونه بشه. اولا مهمی که پسره، اگر پسر باشه نه دختره، دختر اگر باشه بنابراین 18 تا 20 ماهگی اونم میتونه بره دنبال کاری. 18 تا 20 ماهگی آره در حال اونم جلوتر هم از پسر. خواهیش میکنم ممنون.